میشید مردم بیگناه رو به کشتن میدید، وقت بازی انتخابات رو میندازید. این انتصاباته. ببینید این من نیستم مردم، این جنایت تازیان رو شما اولا ببینید. یک آیت الله میگه، هم سیده، هم آیت اللهه، هم پدرش زاده نجفه. ما با همه آخونده و سیده اینا مخالف نیستیم، عرب آدم های بزرگ و باشرفی داریم مثل مرتضی جزایری. گوش کنید، شما یه شیرینی عربی به من نشون بدید، یه شیرینی، یه غذای عربی به من نشون بدید در طول تاریخ. این موش رو زنده زنده میخورده، سوسک میخورده، خرچسونه میخورده، مارمولک نه آقا اینا فکر نکنید چاره ای نداشته، چون در جایی بوده که نه آب بوده نه خاک. جلوی پیشاب شتر یه چیزی با چرم درست میکرده که وقتی تشنش میشه چی بخوره؟ شاش شتر رو بخوره. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، مال فردوسیه، خدا رحمتش کنه. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسانیده کار. از آن عرب اصطلاحی است که رومیا به اینا دادن، یعنی وحشی. ولی اگر کسی تاریخ بعد از رسول الله رو با دقت مراجعه بکنه، هیچ جز دزدی، بیشرفی، بیناموسی، آتش زدن، سوزندن، هیچی تو این مجموعه نمیبینه. یعنی جنایاتی رو خواهد دید که این جنایات بدون تردید چنگیز این کارا رو نکرده، بدون تردید. بله مقاومت باش کردن، قتل عام کرده. اگر شهری مقاومت نکرده کاری به اون شهر نداشته. ولی اینها تمام شهرها، تمام مملکت ایران رو تا مرز جیهون، همه جا رو به عنوان اینکه ما مالک هستیم و تمام مردمش برده ما هستن تصرف کردن. اسلام برای این بود؟ اصطلاح موالی یعنی چی؟ وقتی میگن مولا فلان یعنی غلام فلان کس. تمام این جامعه رو، مرد و زنشون رو غلام خودشون کردن. یعنی اسلام برای این اومده بود؟ تصور نکنید که حرفهایی که در تاریخهای دستوری در مورد این جنگ ها نوشته شده ارزشی داره. به هیچ وجه ارزش نداره. اون نامه رو نوشته، اونا رفتن پیش نمیدونم یزدگرد و رو خاک نشستن و غلط کردن. جامعه عربی یک جامعه وحشی وحشی بوده، یعنی وقتی تک میدویده بایستی با اسب تیز رو تعقیبش بکنن بهش برسن. مملکت روم و مملکت ایران اومده بودن دو تا حکومت در شمال و در جنوب ایجاد کرده بودن تا جلوی ورود این وحشی ها رو به خاک خودشون بگیرن، و در مواقعی که جنگ بین این دو تا پیدا میشه بتونن کمک بگیرن از اینا. حالا این مردم وحشی ریختن توی این مملکت‌های آباد، در حالی که 20 سال جنگ فرسایشی که بین مملکت ایران و روم بوده این مملکت رو از پا در آورده، به طوری که در 4 سال آخر 12 پادشاه عوض کرده که 2 از این پادشاه ها در مجلس تاجگذاری کشته شدند. بنده سال گذشته عرض کردم که حاصل کار رسول الله این شد که یک مردم وحشی رو به هم منسجم کرد و اینها تونستن
یک قدرت بشن برای قارت، چون هیچ درکی نداشتن. تصور نکنید که حیوانات وقتی میخواستن بکشن میرفتن بالای بلندی، این حیوان از اون بالا پرتش میکردن پایین، یا با چوب میافتادن به جونش انقدر میزدنش. صریح قرآنه، حرمت علیکم المیتت و النطیحت و الموقودت و ده. شما از این قوم و جماعت در طول تاریخ هیچ اثر فرهنگی نمیبینید. ارو بگذارید در طول تاریخ یه دونه اثر، یه هنر، یه دونه مسجد ساخته باشن، یه دونه، نه یه لباسی مال اینا باشه. سوسک میخورده، خرچسونه میخورده، مارمولک نه مادرتون رو نگیرید، دخترتون رو نگیرید. خب این من بودم، این سیاوش عبستاز، من نجات پرستیم، این که از خودتونه، که این که آیت الله بزرگی. درود بر شما. پیوند با سیاوش اوستا در تمامی شبکه‌های اجتماعی فقط با اوستا 7000، اوستا با دبلیو 7000. میبوسمتون. اورمزچیدها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچیدها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی فارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید.